امیدهای تازه برای سال از نیمه های شب گذشته کاهش عملی خشونت ها آغاز شد و امیدهای تازه ایجاد شده است اما برخی ها نگرانی دارند که مبادا پس از اعلام نتیجه انتخابات که تنش هایی که شکل گرفته مانع رسیدن به سال شود در همین مورد بیشتر بحث میکنم با آقای جنرال زاهل عظیمی آگاه امور نظامی آقای عظیمی خیلی خوش آمدید آیا ما آهسته آهسته به طرف سال روان هستیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما سلام به بیننده های عزیزتان خب چشمانداز های مثبت ما بینیم برای اولین بار است که به یک نوع یک هفته آتش پتر شده هرچند که نامش گایش خشونت گذاشتن اما از فحوای ازارات طالبا و همچنین ازارات دولت که هر دو طرف دستور دادن به قوات خود که در حال مدافع باشند معلوم میشه که به نوعی فقط نخواستن که واجه آتش پس استعمال بشه خود از یک, یک امر بسیار مهم است یک, یک گام بسیار اساسی به طرف سول اما مشکل حال جای دیگه است از یک طرف فراکندگی سیاسی که از قبل وجود داشت که توقعش در آستانه انمی مدت کاهش خشونت به, به،, به،, به او رسیدگی یک چالش دیگه هم باز به خاطر اعلان دو دولت با وجود آمده که هم میتونه یک،, چالش جدی در مسیر روند صلح محصوب شه اما در مجموع بتونین امیدوار باشین به یک چشمانداز مصبت شما اشاره کردین که نامش کاهش خوشنت ها ماندن و نخواستن نخ که آتش بز گذاشته شد و نامش و شما چی فکر میکنین دلیل چی است چرا آتش بز نپذی اگر واقعا متحد به سول هستند چرا پافشاری روی کاهش خوشنت دارن خب ما،, ما تصور میکنم البته باید طرف ترا، این توضیح بدن در واقع از لحاظ عملی عملا آتش پست شما وقتی هدایت طالبا رو به نیروهای تحت امرشان ببینین که کمیسیون نظامیشان چگونه هدایت داده ازارات رئیس ببینیم به قماندان سقو، علای قوه مسلح یک آتش بس کاملا تمام ایار هست و اتفاقا امروز در نخستین روز کایش خشونت ها بر چند پاسگاه نظامی ارتش کشور حمله شده دیگه ما تصور میکنیم که چون واجی آتش یک مقدار اساسیت به درون به اصطلاح طالبای ایجاد میکنه به مو خاطر نخواستن که از این واجه استفاده کنن بیشتر خواستن که یک واجه جایگزین کنن تا بتانن یک ذره سر افکار تاثیر گذار باشه که یک مدت کوتاهی است و چرا که سال های سال در بین گروپ نو اینا تبلیغ شده که جنگ کردن با امریکایی ها و با خارجی ها و با به اصطلاح از اونها دولت دست نشانده از لحاظ شریع جهاد است و شهادت هست اینا حالا یک مرتبه بگم شما آتش پس کنیم ما جنگ نمی کنین خب بخواین نخواین تاثیر خود داره من فکر می کنم بیشتر به خاطر اینکه توجی... قابل توجیه باشه با افکار عمومی افراد مسلح طالب ها این واجر استفاده یعنی گره. این حساسیت ها از, 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 بله. از کجا شکل میگیره؟ بله این حساسیت ها از کجا شکل میگیره؟ خب عرض کردم که شما وقتی 20 سال یا نزدیک به 20 سال تبلیغات میکنین که این جهاد هست جنگین یک لحظ قفلت گناه دیگه باز بعد از اقدر در سال جنگ و کشته و تلفات و یعنی غرور میدونن بر خود و با بازی با یک مرتبه شما بگیم بیای ماتش پست کنین ولو که یک هفته باشه انمی خود میتونه از لحاظ روانی تاثیر داشته باشه اما کاهش خشونت به یک شکلی از اشکال میتونه قابل توجیه باشه و در این زمان نباید فراموش کنین که هرچند که امروز یکی از نزدیکان طالبانی گپ رد کرد در درون طالبان اختلافاتی سر مسئله مذاکرات صلح هست با با ایالات متحده آمریکا بخاطر خاطر که بعضی جنایی که افراطی ترن و تونتر فکر میکنن تون روتر فکر میکنن نظرشان نیست که ما در راستانی یک پیروزی کلان هستیم چرا شما معنی پیروزی رو با معامله میکنین با ایالات متحده امریکا امریکا بخوایم نخوایم بعد از افغانستان بره هیچ کشور خارجی سرت سال به کشور نمیمانه فلاحظا ما میتونین که در یک حرکت نظامی سریع پیروز این اختلافات که در بین طالبان است و اختلافات که در بین حکومت شکل گرفته پس از اعلام نتیجه انتخابات چقدر میتونه خودش مانع بزرگ باشه صد در راه خب اختلافات طالبان زیاد تاثیرگذار گذار نیست حالا اگر طالبان یک برنامه صلح و توافق برسند با دولت افغانستان خب شاید بخش نیست یعنی چیزی زیاد مهم نیست یعنی یک قابل پیش بینی هم هست که شاید یک بعد گروپ هایتون اما اختلاف دو داخل دولت موزی دولت ضعیف میکنه هر قدر که ما در چنین شرایطی بتونین یک پارچه به مقابل طرف مقابل از لحاظ سیاسی عمل کنین به مو اندازه به نفع حتی تصور من اینه که هر قدر که طالب هم یک پارچه باشه به نفع چون شما هر قدر که با یک گروه منسجم مذاکره کنین باید میتونیم به با همون اندازه سر گپش حساب کنیم هر قدر با همراه یک گروپ پراکنده شما به توافق برسین با سر گپیم هم به همون حد پراکندگی میتونیم حساب کنیم به نفر دو طرف است که با با بتونن موضوع واحد و متحد داشته باشند در درون طرف داره بله آقای اسمی آقا متاسفانه بله. موضوع دولت از اینه خیلی آسیب پذیر و خیلی ها پاکستان خود حامی طالبان می و امروز هم تو پاکستان گفته که همواره در تلاش ازی بوده که امیر روند سال افغانستان تسهیل ببخشه و بیشتر در تلاش ازی بوده که افغانستان بس دست پیدا کنه آیا واقعا چنین عمل کرده داشته که چنین ابراز نظر میکنه پاکستانی در این عرصه بسیار زیاد دارند یعنی که چی بگن چگونه چی بگن چی, گونه، چی وقت بگن دقت کنین بس. چی بگن چگونه چی بگن و چی وقت بگن و چه کار بکنن تمام امید دهی اولی که بعد از 2001 بود امریکایی ها پاکستانی ها تنستن به صادقی ها رو به اصطلاح در میدان بازی بچه خانن بسیار به صادقی روی گپ پاکستانی ها زیاد نباید حساب کنین یعنی فریدانه است باید همیشه روی عمل پاکستانی حساب کنین اساسا سیاست دو کشور افغانستان و هند مربوط به وزارت خارجه پاکستان نیست یعنی هیچ صلاحیت در این رابطه نداره حتی کوچکترین اداره نداره که یک جمله باشه حق ندارن بدون مشوره اردویشان و به خصوص ایسای گفته شه پس به این خاطر همیشه در رابطه با پاکستان و هرچه ما امی عملی که صورت میگیره یعنی عملی که اتفاق میفته که بیشتر به او تمرکز کنین تا به چیزی که گفته میشه و چقدر آقای ظاهر مطمئن هستن که این کاوش یک هفته ای منجر به گفتگوی مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان خواهد شد خب از لازه که منجر میشه خود که شک ندارین به خاطر اینکه یک شروطه که این مدت به اصطلاح کاوش خشونت بعد از ده روز از آخرین روزه کاهش خب امینی گفته آزمون بزرگ در برابر طالبان قرار گرفته امریکا گفته که اگر از این آزمون طالبان موفقانه به در آمد همزمان به گفتگو مستقیم آغاز خواهد شد به بیت که ما صورت نگیره از دیشب تا بعد رخداد داشتیم دیشب یک رخداد کلان به چیز داشتیم به فریاب داشتیم سر یک حمله شده بود و پنج نفرم در مجموع کشته و زخمی داشتن خب دیشب میتونیم به شکلی از اشکال قابل توجیه بدانین که هنوز نیروان خبر نداشتن یا یعنی نتونستن ارتباط بگیرن اما بعد از این باید منتظر بمونیم که می یک هفته قسم تیر میشه و خوبه که از روز مثبت نگاه کنیم امیدوار باشین که هیچ اتفاقی نف... ن... به وجود نیه، صورت نگیره با. تا امو فضا یا به سر شه برای گفتگوهای جانب افغانستان با, با طالبا. خیلی تشکر